من سوره حسینی زاده دهم شهریور 1305 تهران در گذشته 26 خرداد تا 8 تیر 1391 نقاش پیکر ساز و نقاد هنری در سال 1328 لیسانس نقاشی خود را از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دریافت کرد. سپس در سال 1338 از آکادمی هنرهای زیبای روم پایان نامه گرفت. هنگامی که منصور حسینی در دانشکده هنرهای زیبا آموزش خود را آغاز کرد، بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه سال 1328 به عنوان نقاشی نوگرا فعالیت خود را ادامه می دهد و در چند نمایشگاه گروهی نیز شرکت می کند. و سرانجام در اسفند سال 1333 برای ادامه تحصیل به ایتالیا می رود. در آکادمی هنرهای زیبای روم پذیرفته می شود و اجازه می یابد تا در سال دوم نام نویسی کند. استاد راهنمای او امریکو بارتولیست که در نقاشی فیگوراتیو شیوهی آزاد دارد. در ایتالیا او همانند بسیاری دیگر از نقاشان ایرانی آموزش دیده در آکادمی روم، از مکتب نقاشی روم یا به ویژه شاخه ای از اکسپرسیونیسم آرام تأثیر گرفت. بیگمان، هماهنگی احساس او با زیبا شناسی مکتب روم نیز در این میانه یاریگر بود. در سال 1325، منصور از نخستین هنرمندان ایرانی است که در دو سالانه ونیز حضور پیدا می کند. در سال 1336 نگارخانه وانتاجو در شهر روم نمایشگاهی از 19 پرده نقاشی او را به تماشا می گذارد و گزارشگر هنری روزنامه دومنیکا در این باره می نویسد. به نظر می رسد که منصوره نقاش آینده‌دار ایرانی و میهمان عاشق روم هوشمندانه از مکتب روم بهره گرفته و حال و هوای نقاشی ما را با پیچیدگی تزئینی و خیالی نقاشی قدیم ایرانی درآمیخته است. کارهایش را در نمایشگاه‌های تک و گروهی بسیار در ایران، ایتالیا، چک، اسلوواکی، یوگسلاوی و از جمله دو سالانه‌های تهران سالهای 1337 تا 1345، دو سالانه بینال در ونیز در سال 1335، چهار سالانه روم در سال 1337 نشان داد و چند جایزه از جمله نمایشگاه نقاشان آسیایی در روم سال 1337، مسابقه نقش ثبت زیبایی های روم سال 1338، مسابقه نقاشی از مناظر شهرستان جوانی کامپانو سال 1338، نمایشگاه ملی هنر معاصر الهام از حیات نبات سال 1338 را برنده شد. کارهای او در نمایشگاه مروری بر آثار در فرهنگ سرای نیاوران سال 1337 و پنجمین نمایشگاه پیشگامان نوگرایی در ایران در موزه هنرهای معاصر ایران سال 1383 نشان داده شده است. منصور حسینی افزوده بر کارهای نقاشی در روزنامه‌ها و مجلات هنری، نقدهای اندیشه برانگیز و پرمایه درباره نقاشی و هنرمندان نقاش قلم می‌زد. او در نقدی بر نمایشگاه گویا و خاموش گیتی نوین در بخش هنر و اندیشه روزنامه کیهان زیر عنوان چرا نمایشگاه بیننده ندارد نوشت: شب افتتاح نمایشگاه‌ها داستانی دیگر است. دوستان نقاش برای دیدن یک دیگر و احیاناً خود نقاش جمع می شوند و گفتگو می کنند.
گاهی پشت به دیواری که تابلوها نصب شده دارند و گاهی در باب انجام وظیفه لیوان به دست نیم نگاهی هم به تابلوها می اندازند. البته اگر بتوان از زاویه سرها و شانه ها و در آن ازدحام راهی برای نیم نگاه ها یافت. روزهای دیگر خلوتترین مکان برای فکر کردن، کتاب خواندن و احیاناً برای دیدن تابلو، گالری و نمایشگاه است. برای بیننده کنجکاو و علاقه‌مند، این خلوت و این که تنها بیننده باشد، صدایی و کلامی و دیگری، گشت و گذار و حضور ذهن او را مختل نکند، بزرگ نعمتی است. نعمتی که فقط در مملکت ما میتوان به آن دست یافت. اما این نعمت گاهی گزش تلخ تأسفی را نیز همراه دارد. چرا نمایشگاه ها بیننده ندارند؟ چرا گالری ها معمولاً آنقدر خالی هستند؟ چرا این متا که در آفرینش آن ذهن و اندیشه به کار رفته آنقدر بی مشتری است؟ از نمایشگاه گیتی ناوروان به دور می روم. نمایشگاه مجسمه‌ساز نامدار معاصر هنری مور در تالار جدید موزه ایران باستان نیز چنین بود. با اینکه بلیت ورودی نداشت و تماشا رایگان بود، هر بار که می رفتم تنها تماشاچی بودم. تازه از فرنگ برگشته‌ای با تعجب پرسیده بود موضوع چیه؟ یعنی اصل کار هنری مور رو می شدید؟ این موضوع حادثه قرنه، باید دم بگیریم. چه ساعتی خلوت تره؟ از راز چشم الکتریکی و تجهیزات نگهبانی دیگر برای محافظت این گنج سخن می گفت. با یک شاعر موج نو و سرشناس من در راه روی سالن تئاتر موزه صحبت می کنم. مجسمه های هنری مور را دیدی؟ می گوید کدوم؟ اون هیکل ها؟ آره، اما من فکر کردم کار توه. گویا و خاموش تیتری شاعرانه بود بر نمایشگاه گیتی در گالری نگار. موضوع تابلوها اکثراً کوزه و طبیعت بیجان بود. کوزه های نظیر خام پخت های چالوسی، رهاورد شمال، گاهی دو یا سه شاخ گل و گاهی خالی. گویا و خاموش، این نامگذاری را میپسندم. نه برای اینکه هنر پلاستیک را با پرداز شاعران صفت و کلمه پیوند زده باشم، بل برای اینکه طبیعت بیجان، اشیاء و گلها با تمام بیجانی میتوانند از غم، آرامش، مالی خولیا و ثبات سخن بگویند. در انتخاب موضوع تابلوها نوعی وحدت وجود داشت. نمایشگر شخصیت روشن و آگاه نقاش. در رنگ‌آمیزی تابلوها انتخاب گام رنگ که همان گام با کم و بیشی آشکار در تمام تابلوها به کار گرفته شده از ثبات ذهن جستجوگر نقاش سخن می گفت. پیکر منصور حسینی در روز پنج شنبه 8 تیر 1391، 15 روز پس از درگذشتش، توسط همسایگان پیدا شده و به پزشکی قانونی منتقل شد. او در سال 1390 نیز به دلیل بیماری قلبی و کهولت سن در بخش سی‌سی‌یو بیمارستان شهدای تجریش بستری شده بود. روحش شاد و روانش ماندگار.